هر زندگی یه مشکلاتی داره قهرمان فیلم این هفته ما زخم‌های پنهان و آشکار زندگیش رو با رنگ التیام میده فراتر از رنگ رو ببینید در آپارات این هفته سلام حسن سرخچو هستم خوش اومدید به سینمای کوچکی آپارات زندگی بالا و پایین زیاد داره آدم ها شیوه های مختلفی برای سازگار کردن خودشون با فراز و فرود های زندگی به کار می گیرن. اما مشکلات زندگی به خصوص وقتی مربوط بچه های آدم میشه برای پدر و مادرها خیلی ویرانگرتر میتونه باشه مریم سپهری مسنساز در فیلم فراتر از رنگ به سراغ مادری انرژیک و فعال رفته که بروز مشکلاتی برای فرزندانش زندگی او رو به سمت سوی دیگه کشونده. خانم سپهری تحصیل کرده ای سینما عکاسی است و سالها است که در عرصه نوشتن و مستندسازی فعال با فیلمهاش در چند جشنواره داخلی و بین حاضر بوده و موفقیتهایی رو هم به دست آورده از جمله با همین فیلم فراتر از رنگ که جایزه بهترین فیلم مستند رو از جشنواره میلواکی در امریکا گرفته. برای صحبت در مورد این فیلم از فرید اسماعیل پور تحلیلگر فیلم و فیلمساز از پاریس و همینطور از مریم قربان کریمی مدرس سینما در دانشگاه لنکستر دعوت کردیم که میهمان ما باشن و به ما در درک بهترین فیلم کمک کنن به همینگی شما خوش آمد میگم به اتفاق فیلم رو ببینیم با بینندگان و بعد دربارهش صحبت میکنم ببینیم فیلم رو خوشت میاد از این اکس خیلی قویه خب تو آخه بچه برفی من بچه کویر من با این ایده با این فکر فکر میکردم خب برای بچه های خودم چه میکنم دومان به دنیا آمد یک عقب مونده ذهنی شدید کار با دومان خیلی سخت یه شب فکر کردم خب چرا میشینی فکر میکنی کار کنم شبام میشینم کار کنم خودم انقدر سرگم کنم که فکر نکنم سویا چشما شیشه ای بود شفاف بود مثل که تا ته وجودش اون وجود که آدم تست راحت ببینه او قم کجا بوده چرا وقتی که دیگه این حکمت در این هست این دگرگونی به وجود بیاد نباید ناراحت بشی. و چرا ناراحتی هنوز از سویا سیراب نشده بودم رفته فراتر از رنگ رو دیدیم ساخته مریم سپهری روایتی از یک زندگی که جلوش رو در نقاشی های حبیبه بدایت نقاش خودموختی کرمانی می دیدیم زنی که دوست داشته چارچوب ها رو بشکنه و از تکرارها آزار میده اما زندگی شرایط دیگری رو براش رقم زده فرید اسماعیل پور تحلیلگر فیلم و فیلمساز از پاریس به همراه مریم قربان کریمی مدرس سینما در دانشگاه لنکستر با ما هستند تا در فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه داریم بهمون کمک کنن در درک بهتر فیلم گفتگو رو با شما شروع میکنیم آقای اسماعیل پور فیلم یه فیلم خیلی خاص هست فیلمی درباره زندگی یا درباره یک نقاش چجور جور فیلمی این فیلم ببینید من فکر میکنم این پاسخ دادم به این پرسش خیلی کار آسونی نیست به خاطر اینکه شاید تصور ما این بوده که قرار بوده این فیلم یک پرتره باشه از یک خانم ماجراجو یک خانم با یک کاراکتر قوی که در زندگی قرار خلاف جهت شنا کنه و خلاف اون مناسبات اجتماعی حداقل اوایل فیلم این برداشت ماست پیش که میریم متوجه میشیم این خانوم که حالا نقاشی چیر دستی هم شدن ایشون فرزندی و توی شرایط خیلی خاص داشتن و سعی میکنه برخلاف تمام توصیه پزشکی اون فرزند رو توانمند کنه بعدتر پیش میریم میرسیم به یک دختری که در این خانواده ظاهرا خوشبخت خود, خود کرده قاعدتا باید میگفتیم این فیلم یک پرچه است درباره یک زن نقاش ولی من فکر کنم باید با دقت بیشتری به این پرسش پاسخ بدیم میتونیم در ادامه درباره چرایی صحبت کنیم خانم قربان کریمی شما چطور دیدید این فیلم رو در ابتدای فیلم به نظر میاد که ما یه پورتری رو قرار دنبال بکنیم ولی به قواعدی که عادت داریم که یه پرسه در ابتدا یک مقدمه چینی میکنه که به ما اعلام بکنه که مثلا این مادر سه فرزند داره و ما قرار داستان ایشون رو دنبال کنیم جلو نمیره و و این برای من یه نکته خیلی مثبت این فیلم بود که در ابتدا نمیاد همه سوال ها رو برای ما جواب بده و باعث میشه که یک سری معما برای ما بچینه که یواش یواش به اونها دست پیدا کنیم حالا میتونیم بحث کنیم که حالا این سوال ها و معماهایی که در ابتدا تا عواسط فیلم برای ما چیده تونسته فیلم ساز به نتیجه برسونه یا نه در واقع به تعبیر دیگه شما میگید که در شیوه ارائه اطلاعات در این فیلم تدریجی هست و جزء به جز فیلمساز اطلاعاتی رو به ما در مورد کرکتر و شخصیت فیلم میرسونه و به صلاح کمک میکنه به اینکه مخاطب درگیر بشه و فیلم رو ادامه ده یک فضای رازالود انگار ایجاد میکنه یعنی که واقعا اون فضا رازالود هست و ما با اون جلو میریم این شیوه ارائه اطلاع توی فیلم از نظر شما چطور بوده آقای اسماعیل پور ببینید من فکر میکنم اتفاقا اگر از این منظر نگاه کنیم یکی از نقاط مثبت فیلمه به خاطر اینکه ما با فیلم مواجهیم ولی از رفتار و روش ارائه اطلاعات یه فیلم داستانی یعنی نقاط عطف براش چیده سعی کرده توی سه تا نقطه عطف اینا رو مطرح کنه با مخاطب ولی واقعیتش اینه که قرار بوده احتمالاً یا ما حدس میزدیم شاید اینجوری قرار بوده که این اطلاعات کمک کنه که ما شخصیت رو بهتر بشناسیم نه اینکه یک داستانی رو پی بگیریم برای همین عرض من اینجا این بود که اینکه مشخ... شاید به رو به نظر برسه ولی بیشتر گویا ما داستان یک خانواده یک وضعیت رو که حالا من توضیح میدم از این وضعیت چی هست و باهاش مواجه این و فیلمساز نهایتا اینو فیلم کرده برای ما اتفاقا یه مقدار از اون فضای ملانکولیکی که توی فیلم هست که با تمهیداتی مثل موزیک یا خود اون پلاستیک نقاشی های اون خانم تشدید شده جایی با تاکید بر اونا به نظر من از این روش قطره چکانی میاد به خاطر اینکه او کم کم گویا هی مشتش رو باز میکنه میدونید یعنی هی پوس پیازی یه چیز جدید در برابر ما میذاره و هر اتفاق یا قصه جدیدی که برای ما باز میشه و در برابر مخاطب گذاشته میشه چیز کوچکی نیست مثل خودکشی یک فرزند یا تلاش یک مادر برای اینکه یه فرزندی که کم توان ذهنی و توانمند کنه اینا هر کدومش داستانای خیلی بزرگیه منم موافقم اتفاقا در اینجا با ایشون که خود فیلم یه مطرح میکنه فکر میکنم بعد باید درباره باید این صحبت کنیم و فکر کنیم که آیا به سوالی که خودش مطرح میکنه و در قالب خودش نه اینکه سوالی کلی تر هستی شناسانه آیا پاسخ میده یا نه میشه درباره این مسئله صحبت کرد متاسفانه به نظرم سوالات زیادی فیلم برای هر بیننده ای به وجود میاره که شاید نتونسته کاملا به اونا رو به سمر برسونه یا پاسخی براشون بده و شاید هم البته این به دلیل این هست که موضوعی که این فیلمساز باهاش درگیره خیلی موضوع بزرگ و موضوع سختیه شاید رابطه این مادر و پسر تا... که توانمندی ذهنی کامل نداشته و چطوری تونسته ایشونو به سمر برسونه و به بار برسونه خودش میتونست سوژه یک فیلم کامل باشه ولی اینجا فقط ما یه شمه کوچیکشو رو میبینیم و به همون گفته میشه که به نتیجه رسیده خود مسیر رو خیلی کم به همون یه سرنخهایی داده میشه که شاید من بیننده دلم میخواست بیشتر به عمق برم و عمق داستان رو باز کنم که چطور این به جلو رفت. و مثلا که از سوالاتی که برای من پیش میاد در مورد فرزند دومه که فقط به ما گفته میشه که خیلی اتفاقا توانایی ذهنی بالا داشته و خیلی موفقه و به ما گفته میشه که موفقه ولی ما اونقدر با اون کارکتر با اون شخصیت درگیر نمیشیم که خودمون به عنوان بیننده بتونیم تصمیم بگیریم که اون تواناییش رو داشته و, و معلومه فکر میکنم نمیدونم شما هم،, هم, فکر باشید یا نه داستان دختر این خانواده که خیلی به نظرم مجهول های زیادی رو مطرح میکنه و برای ما باز نمیکنه به اندازه کافی که بتونیم بفهمیم چطور این اتفاق نوگوار براش افتاده این اتفاق هم به نظر میاد که یکی از اون مشکلات عمده ساختن پورتری یا مصنعتهایی درباره زندگی دیگران باشه به خصوص ساختن پورتری از زندگی کسانی که به هر حال از طبقه متوسط هستن تحصیل کرده هستن و در واقع حق و امکان نزدیک شدن به خودشون رو میدن یا نمیدن به نظر میاد که فیلمساز اونقدری که باید امکان و اجازه رو پیدا نکرده یا اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته اطلاعات محدودی بوده یا به نظر میاد که اون خانواده اطلاعات محدودی رو در اختیار فیلمساز قرار دادن برای اینکه این, این تصویر تصویر کامل تری به دست بیاد و ما شاهد تصویر ناقص هستیم اطلاعات کاملی در مورد اون دختر چگونگی خودکشیش چرایی خودکشیش نمیدونیم صرفا یک سری چیزایی کلی پدر خانواده تصمیم میگیره بگه مفاهیم کلی و انتظایی که آیا روشنگر هست یا نه من نمیدونم خیلی کار سختی اصولا مستند ساختن درباره افراد به خصوص توی جامعه و نزدیک شدن بهشون و نزدیک شدن به واقعیتشون آدم ها با یک گاردی مقابل دوربین قرار میگیرن و خب گاهی هم البته حقشون هست ولی این گارد باعث میشه که اگه اون چیزی رو که تو میخوای واقعا نتونی ببینی درسته مثلا اینکه چرا آدمو گارد میگیرن به خاطر اینکه دوربین فاش کننده است وقتی که ما در بر... در فرهنگی هم میتونه باشه ولی وقتی در یه چیزی قرار میگیریم که قرار یک چیزی رو فاش کنه و ما رو بالاخره فاش کنه یک رمزی و حتما یک رازی وجود داره که نمیخوایم عمومیت پیدا کنه و همه اینو بدونن من فکر می کنم یک در شرایط ایدئال من همه حرفش اون هم میپذیرم میدونم که چقدر سخت فیلمسازی سازی تو ایران با شرایط فرهنگی که بومی ما هست ما اینو میدونیم میپذیریمش ولی در شرایط ایدال فیلمساز شاید بهتر باشد بهتر باشد ببینید هی داریم اگر و اما احتمالات بهتر باشد که سالهایی سال هایی که در ذهن مخاطب شکل میگیره رو خودش هم یه پاسخ براش پیدا کنه و از خودش هم بپرسه مثلا وقتی میرسیم به یه خانواده خیلی خوشبخت و یه تاکید پدر مادر هست که او هیچ مشکلی نداشت همه چیز عالی بود ولی خودکشی کرد و بعد میگن رها شد میدونید ای 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 اینا روایتی که اونا کردن خب من میپذیرم شاید بنا به دلایلی فیلمساز نمیخواسته خیلی وارد مسئله بشه شاید آزارنده بوده بر اون خانواده ولی این سوالی که برای مخاطب بالاخره میمونه یه مسئله دیگه, دیگه که شما فرمودین درباره برای... سوالهایی که بی پاسخ میمونن من فکر میکنم یک مسئله بنیادی تو فیلم هست که این مسئله رو باعث شده اون اخلالیه که فیلمساز چه چه در رابطه علت و معلولی انجام داده توی فیلم شما یه اتفاقاتی براتون میفته بعد واکنشهایی بدید بعد کارهایی بکنید شخصیت ها توی این فیلم واکنش اتفاقاتی که براشون میفته تصمیماشون گنگه برای مخاطب چون رابطه علت و معلولی میگیره وقتی شما یکی میافتید زمین خب فلان درد میگیره بعد میرید دکتر اینجایی که افتاده زمین ولی دکتر نرفته فرض داریم میگیریم و بلند شده گفته همه چیز خوبه ولی مرده بعدش یک جاهای قطع یه بلاک هایی توی این روایت نیست و حذف شده برای همین و نقش مناسبات با آدم ها هم با همدیگه و البته مهمه مناسباتی که پدر این خانواده با فرزندش داره که نامکشوفه و مناسباتی که پدر و همسر دارن نسبتشون ما توی فیلم شده دو تا شخصیت خیلی قوی هستیم شخصیت زن خیلی قوی که خیلی زن قدرتمندی به نظر میاد یا بوده دست کم در گذشته و هنوز هم حالا اون قلیان ها و همه اونها هیجانات درونی شده تبدیل به نقاشی شده و یه مرد قدرتمند که به حال حالا ما ممکنه در ظاهر تصویر این رو نبینیم ولی کاملا حس میشه این قدرت و تاثیرگذاری از طرف مرد این یک مسئله که توی فیلم فضا بود فضا و جغرافیای فیلم فیلم خیلی نزدیک بود به آدم ها ما فضا و جغرافی رو ندیم چطور شما ارزیابی می کنید نقش فضا و جغرافیه تو این فیلم رو بله یکی از نکته هایی که در ابتدای فیلم برای من دوباره جزو اون نکته های مثبت فیلم بود که خیلی نزدیک خیلی از کلوزاپ های زیادی استفاده شده ما دقیقا فضاسازی که آیا در منزل این خانواده چقدر بزرگ حیات دارن اینو در ابتدا نمی بینیم و من بیننده ذره شاید انتظار داشتم که یواش یواش که ما وارد در واقع دعوت شدیم به داخل این خانواده و داخل منزلشون کمی بیشتر از این فضا ببینیم یه ذره شاید انتظار داشتم این فضا سازی بهتر انجام می شد که من بیننده که توسط دوربین این فیلم ساز دعوت شدم به اون خانواده به اون خونه احساس کنم که فقط مهمون نیستم که توی سالن پذیرایشون نشستم مهمونی هستم که اجازه دارم برم راه برم در اتاقا رو باز کنم و به این از این طریق به عمق داستان زندگیشون برسم و این این فیلم در واقع این اجازه رو به ما نداده و شاید هم فیلمساز این اجازه رو پیدا نکرده باشه از همون مشکلات فیلم سازی تو ایران در واقع یک مهمونیه با رو هست و این تا انتهای فیلم هم با رو باقی میمونه متاسفانه ولی به نظر من شاید بشه از این منظر دیگه هم بهش نگاه کرد به نظر من میتونه یکم غریبه تو سینما ایران قریبه ما نمونه های خارجی داشتیم حالا نمیخوام که در مثلا مناقشه نیست ولی شاید بشه گفت این یک پورتراست یا یک تصویری از دوت، یک وضعیت به معنای سیتواسیون و بعد اته حالت روانی یه آدم میتونه باشه یه بخش پایانی فیلم ما اینقدر درگیر موزیک یعنی اون همیشه بودگی اون تداوم موزیک ملانکولیک و اون تصاویر غریب که خیلی هم یعنی مشخص از یک رنجی برخواستن، میشیم که آدم کم کم فکر میکنه که فیلمساز داره وارد فضای ذهنی اون شخصیتی که قرار بوده روایتش کنه میشه من فکر میکنم شاید بشه اینجوری هم تعبیر کرد و من فکر میکنم اگر اینجوری به ماجرا نگاه کنیم شاید فیلم ارزش خودش رو بیشتر به ما نشون بوده. کما به نظر من ب... به دلیل یگانگیش در سبک و در نوع پرداختش واقعا ارزش دیدن داره فیلم لحن یک دست و خوبی داره و کارگردانی خیلی خوبی هم داره فیلم علیرغم همه مسائل مشکلاتی که مطرح کردیم و خود پیش میره و اون حس و چیزی رو که میخواسته به هر حال به ما میرسونه فضای ملانکولی کاملا دیده میشه نقاشی ها فریاد میزنن انگار اون رنج رو گرچه ما نمیدونیم اون رنج زن دلایل عمیق ناشی از چی است در مورد اینها گفته نمیشه ولی اینها کاملا فریاد زده میشه و دیده میشه خیلی مجال بیشتری برای صحبت نداریم ممنون از فرید اسماعیل پور و مریم قربان کریمی برای حضورشون در برنامه این هفته از طریق همین راههای ارتباطی که اینجا داره زیر نویس میشه شما برامون بنویسید که فیلم برای شما چه تأثیری داشته و چقدر براتون جالب بوده تا هفته گرنده به اتفاق میهمانان برنامه بدرود و پاینده باشید خیلی ممنون.